خب اگر از ادمن شروع کنیم، پیش از اینکه ما او بی اس تعریف کنیم، ای پی اس تعریف کنیم و پروژه را کریئت کنیم، ما باید چیکار کنیم؟ بعضی چیزا و بعضی سیتینگا را تنظیم کنیم. مثلا در این قسمت، در قسمت جنرال ما چی داریم؟ starting day of the week است که مثلا هفته یا روزه کاری ما از کدام روز شروع می شود. در افغانستان معمولا از کجا شروع می شود؟ از ساتردی شروع می شود، ولی در خارج کس از مندی شروع می شود. خب از هر روزی که شروع می شود شما امروز اینجا انتخاب میکنین. بعد از چی است؟ اکتیویتی دیوریشن است. اکتیویتی دیوریشن به این معنی وقتی که ما در پرایمویرا هر اکتیویتی را که ما اضافه میکنیم، پرایمویرا بای دیفالت چی میکنه؟ دیوریشن همو اکتیویتی را 5 روز میرسانه، ولی بعدا باز کار میکنیم که یک اکتیویتی را که مثلا ما انتخاب میکنیم دیوریشنش چند روز است. ما از خود گرفته نمیتونیم که مثلا یک اکتیویتی را دیوریشنش 10 روز است یا 15 روز است، باید چی شوه؟ محاسبه شوه. مثلا در ساحه ما چی داریم؟ کندنکاری داریم. کندنکاری را اول باید حجمش محاسبه کنیم که حجم کندنکاری چند متر مکعب است. اگر 10 متر مکعب باشه، 10 متر مکعب خودش چقدر کار است؟ با چند دانه ماشین ما ضرورت داریم؟ با چند نفر کارگر ما ضرورت داریم؟ باز مطابق از ما میتونیم دیوریشن می کندنکاری خود ما تعیین کنیم، مثلا 2 روز یا 3 روز. در باز جای مثلا امی کندنکاری که است توسط کارگر صورت میگیره، نه هیچ از ماشین استفاده نمیکنن. خب ماشین دیوریشن ماشین جداست، و اگر توسط کارگر ما کندنکاری کنیم باز دیوریشنش زیاد میشه. خب این چیزایی هست که باید شوه محاسبه شوه. از کی بود که انجینر صاحب در این قسمت باید امو اندستری که امرایش کار میکنی باید شوه مشخص شوه. فیلد ما شما چی هست؟ انجینرینگ این کانستراکشن هست. یعنی در این قسمت باید چی انتخاب شوه؟ انجینرینگ این کانستراکشن باید انتخاب شوه. خب این چیزایی هست که دیگرش باز با وقت زمان بخیر میخوانیم. تایم پریود هست در آخر اندستری دهیم. تایم پریود هست در تایم پریود مثلا یک روز کاری ما که در اینجا تعریف شده 8 روز است، ولی شاید 8 روز کاری مثلا ما میگیم که نه، در 8 ساعت ما کار نمی کنیم، 9 ساعت کار می کنیم. خب 9 ساعت در روز کار می کنیم، 9 ساعت اگر در روز کار کنیم در یک هفته چند روز می شود؟ در یک ماه چند ساعت می شود؟ و در یک سال. تایم پریود ابریویشن است که منیت ما به این نشان می دهیم، ساعت به اچ نشان می دهیم، روز به دی، ویک به چی نشان می دهیم؟ دبلیو، و منته به ام، سالم به مشکل و وای نشان می دهیم. این چیزایی است که ما در ادمین پرفرنس خوانده بودیم، باز دوباره تکرار کردیم. در بخش کرنسی اگر در اینجا یک کرنسی مثلا اضافه شده، این کرنسی را ما چی میکنیم؟ دلیت میکنیم. این کرنسی را ما تا وقت دلیت کرده نمیتونیم که کرنسی چی شده؟ اساین شده. در این قسمت نمیبینین کرنسی دیگه، کرنسی چی هست؟ افغانی هست. از افغانی را دور میکنیم، از بجای افغانی چی را انتخاب میکنیم؟ دلار. وقتی که دلار را انتخاب کردیم ما میتونیم که کرنسی را ما از این قسمت حذف کنیم. به می شکل ریسورس ها و رول و ریسپانسیبل منیجر و تمامش همین قسمت. وقتی که برای یک اکتیویتی اساین شده باشه ما او را دلیت کرده نمیتونیم. این حالی میشه ایره دلیت کرد. ادمین تلارسا ادمین بانده کلیک کرد. خب در این قسمت ما میتونیم چی کنیم؟ کرنسی را اضافه کنیم. کرنسی مثلا اضافه شد، اول در کجا میریم؟ در بخش جنرال. کرنسی آیدی ماست. کرنسی آیدی ما نوشته میکنیم چی؟ AFG باشه؟ AFN چی شد؟
کرنسی آیدی شد. کرنسی نیم باید ما پول چه نوشته کنیم؟ افغانی نوشته کنیم. افغانی. کامپیوتر مرا کیبوردش شکای مشکل دارد. دیگه از خاطر قسم تایپ میکنم. کامپیوتر هم کس از دوران جواد و مقاومت است. در این قسمت هم ما چون سمبول ما به افغانی نداریم، صرف نوشته میکنیم AFN نوشته میکنیم. خب دیگه چی هست؟ اکسچنج ریت هست. در افغانستان است که افغانی ما هر روز گای بالا میره و گای پایین میره و در خارج بازی قدر کرنسی تغییر نمیکنه. از او خاطر ما دلار را میخواییم با افغانی چی کنیم؟ اکسچنج کنیم. اکسچنج ریت دلار با افغانی چند است؟ امروز چند بود؟ 90. پس در قسمت نوشته میکنیم 90. میبینید در بالا در قسمت هم 90 اضافه شد. معلوم میشه برتان؟ نمیشه؟ هدف دلته من که کرنسی دغه ده کریټ کول ده، خو زیاتره که ډالر نه استفاده وسی ډیر خطر، ځکه چې ډالر چې ده استیبل ده. افغانۍ چې ده ورځ یو ورځ کده کیږي بله ورځ پورته کیږي، نو هغه بیا مشکل جوړوي. ځکه دا خبره مخکې مې وکړه، د باندې خارج کې چې ده ټول کرنسیان همداسې دي، ډیر زر تغیر نه کوي. یو افغانۍ ده چې دغسې ده. نو که په افغانۍ خو باید څنګه اسکیجول هم په افغانۍ، خو تاسو خپله د باندې کار کړی او فکر نه کوم که ډیری پروژې په افغانۍ، زیاتره یې په ډالرو ده. همداسې نه ده؟ زیاتر افغانۍ باندې ده. ښه، نو چې په افغانۍ بیا خپل اسکیجول هم په افغانۍ باندې جوړو. دسیمال سیمبول است که ما انتخاب میکنیم، هر یک شک شما انتخاب میکنین، علامه اشاریه است و نقطه است. نقطه است ما نقطه را انتخاب میکنیم. در اینجا گروپینگ است که مثلا وقتی اعداد با هم گروپ میشود از کدام علامه استفاده شود. نمبر آف دسیمال پلیسیس است، دو است، امرایش کار نداریم. بعد از او چی داریم؟ پوزیتیف کرنسی فرمت است و نگیتیف کرنسی فرمت است. چه وقت پوزیتیف میشه و چه وقت نگیتیف میشه؟ و هر پروژه که شروع میشه با او یک بودجه تعیین میشه، نه محاسبه میشه، برآورد میشه. مثلا یک جا یک تعمیر جور میشه، میگه چیزی چند است؟ 2 میلیون افغانی است یا 3 میلیون افغانی است. مثلا صاحب چیز مو پروژیکت منیجر از دو میلیون بیشتر چی کده؟ مصرف کده. پوزیتیف کرنسی ما چی میشوه؟ نگتیف میشوه. اگر از او کمتر مصرف کده بود چی هسته؟ پوزیتیف هست. اگر کمتر مصرف کده بود پوزیتیف، زیادتر نگتیف. در اینجا ما صرف انتخاب میکنیم که وقتی که کرنسی ما پوزیتیف باشه چه قسم نشان داده شوه و اگر نگتیف باشه. این هر به هر شک شما خوش داری نموره انتخاب میکنیم. صحیح؟ این بود کرنسی. کلوز میکنیم، کرنسی ما اضافه شد. اگر ما بخوایم کمی کرنسی را اساین کنیم، در این قسمت کلیک میکنیم، این در اینجا افغانی چی شده؟ اضافه شده. افغانی را ما اساین میکنیم. کلوز، ایدیت، ایدیت میرین یوزر پرفرنس. صحیح؟ تای منیت چیزا را خواندیم نه؟ تای منیت را نخواندیم. تای منیت با چی مانا؟ با این مانا که هر وقت ما در ساحه کار میکریم، کارگر خود ما پیسه میتیم، با اساس ساعت است یا روز است، ویک است و ما و سال است. یک کارگر ما شما ساعتوار میتیم، روزانه میتیم، هفتوار میتیم یا منتلی میتیم و همین قسم ایرلی است. خب در خارج وقتی که زیادتر کارا کش با اساس چیز است، ایرلی است. وقتی یک کارگر مثلا
امو دیوریشن کار خدا پورا میکنه بعد از بیتونه که یک ماه چی کنه تعطیل بگیره یا به رخصتی ها بره. سب یونیت به خاطر چی است؟ سب یونیت به خاطر دقت بیشتر است. دیوریشن فرمت است، دیوریشن اکتیویتی هست که مثلا دیوریشنش یک روز است، دو روز است، سه روز است، از هر فعالیت هست دیوریشنش نشان میده. اگر به اساس ساعت باشه به ساعت نشان داده میشه، به روز باشه به روز نشان میده. این دیر ما انتخاب کردیم، دیگه نوشته شد که ده روز. یونیس پر تایم فرمت داریم. ای به این معنی است که وقتی هم پیش روی یک اکتیویتی ما نوشته میکنیم که 50%، 50% به این معنی که همون نفری که مسئول از همون اکتیویتی است در روز چند ساعت کار میکنه؟ 4 ساعت کار میکنه. 8 ساعت کار نمیکنه، 4 ساعت کار میکنه. این رو ما میتونیم به شکل پرسنتیج یا هم به شکل که 4 hours per day نوشته کده میتونیم. در این قسمت فیصدی معمول ده دلتا چه دوار راغل یاره چه انتخابه مشکل نداریم. پاسورد هست، از قسمت پاسورد میتونین که پاسورد خدا چینج کنه. صحیح؟ دیگه چی را خوانده بودیم؟ اضافه کردن چی بود؟ تولبارها بود که ما از کدام قسمت؟ این از پایین از بخشی؟ تولبار. این تولبارهایی که در این قسمت تک خورده و این مانا که اینا در بالا در این قسمت است، در این قسمت است. اگر ما بخواییم یک چند تای دیگر را اضافه کنیم، این مثلا اکشن اضافه میکنیم، اکشن در این قسمت اضافه شد. با ثانی ایره ما مفقده هم میتونیم به این قسمت. خب پس با کجا میریم؟ ویو میریم. در ویو اکشن انتخاب کردیم نه؟ انتک میکنیم اکشن ها، اونا پس چی میشه؟ حذف میشه. بعد از او ما چی را خوانده بودیم؟ هر اکتیویتی، هر پروژه را که ما باز میکنیم، هر اکتیویتی از خود یک چی داره؟ ویندو داره. هر پروژه از خود چی داره؟ ویندو داره. باز هر ویندو چی داره؟ تاپ پینت و بتم پینت داره. مثلا اکتیویتی، ویندوز اکتیویتی باز است، اینجا نوشته است اکتیویتیز. همین دو قسمت بالایی را که شما میبینین تیبل و گنچارت هایی چی هست؟ تاپ پینت هست. پایینش چی هست؟ بتم پینت هست. این حالی مربوط خودتان میشه وقتی که پروژه را کار میکنین. اگر خواسته باشین که در تاپ پینت تنها چی باشه؟ تیبل باشه. در بتم پینت هم تیبل باشه. خب خلاصه میتونین که را چی کنین؟ دهی تغییرات بیارین. شو آن تاپ، میگم شو آن تاپ تانا چی باشه؟ تیبل باشه. یا تیبل نباشه چی باشه؟ تیبل هم روی گنچارت باشه، چارت ویو باشه. به این شکل در این قسمت چی را نشان میده؟ ای پی اس ها را نشان میده و پروژه را. اینا را کار کردیم باز میفهمین که ای پی اس چی است. خوب تنها همیسی حالت ما در تاپ پین چی کده میتونیم؟ انتخاب کده میتونیم. خب پس حالت اولی، حالت دو گنچارت و تیبل انتخاب میکنیم. در پایین هم به می شکل شو آن بتم است که ما این مثلا این قسم شوه و یا هم دیتیلز باشه. انتخاب به دست شماست. دیگه چی را خوانده بودیم روز اول؟ فکر کنم همین قدر خوانده بود. خب امروز چی را میخوانیم؟ امروز OBS را میخوانیم. OBS چی است؟ Organization. OBS
OBS का organizational breakdown structure, organizational breakdown structure बच्ची माना خب شما در ساحه کار کردین هر اداره از خود چی داره؟ یک ساختار داره، یک استراکچر داره. ساختار مدیریت یک اداره، یک کمپانی، یک شرکت چی هست؟ Organizational Breakdown Structure. در اینجا بعضی OBS ها چی شده؟ تعریف شده. مثلا OBS 1 هست، Engineering and Construction است، LOB 2 است، Energy است، Manufacturing است و غیره و غیره. در اینجا در این قسمت ما شما میتونیم که چی کنیم؟ یک OBS دیگه چی کنیم؟ اضافه کنیم یا یک OBS تعریف کنیم. بالای Add کلیک میکنین. In order to add an OBS element, the filter will be changed to display all OBS elements. در اینجا تنها OBS هاست. اگر این را ما اوکی کنیم، OBS همراه elements چی می شود؟ Display می شود به این شکل. مثلا enterprises، زیر enterprise ما چی داریم؟ engineering construction است، energy است، manufacturing است. باز OBS ها چی داره؟ سب OBS های دیگه هم داره. خوب وقتی که ما یک OBS اضافه کردیم، مثلا در اینجا چی است؟ تنها new OBS است، نه این OBS که ما اضافه کردیم. خب ما میتونیم که چی کنیم؟ OBS بالا موف کنیم یا پایین. در این قسمت ما چی داریم؟ Shift Up داریم. بالای Shift Up کلیک کنین، OBS بالا میره، پایین Shift Down پایین میره. Shift Right Right، Shift Left Left میشه. صحیح؟ این حالی ای OBS مثلا میشه که ما نامگذاری کنیم. چه نامگذاری کنیم OBS؟ ساختار مدیریت یک پروژه، ببخشید یک شرکت از کجا شروع می شود؟ اول در تاپ باید کی باشه؟ رئیس باشه. نه، فرض کنید یک وزارت است، وزیر است. پایین از وزیر چی است؟ معین است. پایین از معین رئیس است. پایین از رئیس مدیر عمومی یا آمر است. بعد از آمر چی است؟ شما مثلا در این قسمت میتونه که در هر اداره، در هر جایی که کار میکنه، ساختار مدیریت همو اداره رو چی کنین؟ در اینجا تشکیل بده. مثلا ما در پلی‌تکنیک داریم، نه، رئیس پوانتون است، رئیس پوانزه است، آمر دیپارتمنت است، مدیر تدریسی و استاد است. به این شکل ما میتونیم که چی کنیم؟ ساختار مدیریت مثلا پانتون یا همراه هر اداره که ما کار میکنیم چی کنیم را تشکیل بتیم. در این قسمت دام میرید کوایسو خپلا میزاف کوایسو. اگر ما نوشته کنیم که MUDH یا وزارت تحصیلات عالی چی میه؟ Ministry of Higher Education. MOHE. Ministry of Higher Education. اگر ما بالای Modify کلیک کنیم در این قسمت، ما میتونیم که بیشتر درباره امی OBS که ما کریت کردیم چی کنیم؟ جزئیات نوشته کنیم. در این قسمت فونت است، ستایل است، سایز است و کلر و رایتنگ خود هر چیزی که ما نوشته میکنیم از این قسمت ما چی میکنیم؟ انتخاب میکنیم. دیگه چی داریم؟ الائن است، الائن رایت است، لفت است و ات دا میدل. بعد از چی داریم؟ بولت لفت است و نمبر ایت لفت. مثلا یک چیزی را نوشته میکنه، نه؟ در این قسمت میشه که اضافه کنین یک و دو، صحیح؟ یا نمبر انتخاب نمیکنین، بولت انتخاب میکنین، صحیح؟ این چیزهایی هست که همه امرایش آشنا هستیم، نه؟
دیگه چی است؟ اندن داریم که طرف راست یا طرف چپ. به این قسم ما میتونیم که تکست خود را موف کنیم. مثلا اینجا یک چیزی نوشته کردیم نه؟ نه. این قسم موف کرده میتونیم. یک چیزی دیگه بسیار جالب که اگر داکومنت داشته باشیم یا از صحه ما عکس داشته باشیم میتونیم که اضافه کنیم. بالای براوز کلیک میکنیم. باش که دکستاپ ما عکس دارم ندارم. نه اینجا قطع عکس دارم اینه میره. اوکی این عکس دیجا اضافه میشه. خب بعد از چی هست؟ لینک هست. اگر ما لینک داشته باشیم لینک هم میتونیم که در این قسمت اضافه کنیم. بعد از چی داریم؟ تیبل هست. به این شکل ما میتونیم تیبل هم اضافه کنیم. خب یکی چه قسم استفاده میکنین مربوط شما میشه. صحیح؟ پرینت و کپی هم به می شکل. بعد از او دیگه ما چی داریم؟ دیسپلی داریم. ما بله کدام تیبل؟ اضافه میشه دیگه. تیبل چیز هم اضافه میشه. بالای دیسپلی اگر ما کلیک کنیم فعلا به این شکل است. یعنی به شکل All OBS Elements هست. اگر ما چارت ویو انتخاب کنیم به این شکل میشه. این ساختار مدیریت شرکت بسیار خوب دیگه با واضح معلوم میشه. اول ما چی داریم؟ انترپرایز داریم. از انترپرایز ما بیرون شده نمیتونیم. ولی انترپرایز ما میتونیم چی کنیم؟ ادیت کنیم. مثلا انترپرایز ما نوشته میکنیم چی؟ M O H E. صحیح؟ چی شد؟ M O H E شد. در پایین مثلا خب بالا وزارت شد نه، در پایین مثلا ما معینت نه ریاست داریم. یک ریاست، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا داریم. میشه که در پایین ما چی کنیم؟ اضافه کنیم. باز چرا ما با OBS ضرورت داریم؟ مثلا ما پروژه کریت میکنیم، پروژه ما مربوط کدام OBS میشه؟ پروژه خود با ما باید یک اداره یا یک ریاست مسئولیت از اون پروژه را بگیره. مثلا خوبی خوب وزارت تحصیلات عالی هست نه؟ ما کل سر کار ما امرای چی هست؟ امرای کنستراکشن هست. در یک جای یک پروژه یک ساختمان جور می شود مسئولیتش کدام ریاست می گیره. وقتی که ما ریاست مشخص کردیم امی ریاست یا پروژه را ما به امور ریاست چی میکنیم؟ اساین میکنیم. بسیار ساده. وقتی که ما پروژه را کریت میکنیم اول از ما چی میخواه؟ ای پی اس میخواه. بعد از ای پی اس او بی اس میخواه. ای پی اس ما شما خواندیم نه؟ انترپرایز پروژیک استرکچر. بعد از او چی داریم؟ OBS. OBS که ساختار مدیریت یک شرکت است. EPS که ساختار مدیریت چی است؟ پروژه ها است. مثلا هر اداره که ما کار میکنیم در عین وقت بالای یک پروژه کار نمیکنه، بالای چندین پروژه کار میکنه. خب باید امو اداره و انترپرایز چی باشه؟ مشخص باشه. انترپرایز به این معنی که گروپ کردن پروژه ها. مثلا یک اداره است، یک کمپانی است که در عین وقت هم بالای کانستراکشن کار میکنه هم پروژه های چی داره؟ هلت کیر داره. خب پروژه هلت کیر نمیشه که ما بیاریم زیر اندر کانستراکشن بریم نه، باید با پروژه های کانستراکشن ما جدا ای پی اس داشته باشیم و با هلت کیر چی داشته باشیم؟ جدا ای پی اس داشته باشیم. صحیح؟ این چیزایی هست که پیش از اینکه ما یک پروژه را کریت میکنیم باید داشته باشیم. مثلا در این قسمت مانوفکتورینگ است، این را ما میتونیم که
ادیت کنیم. بر هر چیزی که مثلا امرای اداری که شما کار میکنین نظر و موی را چی میکنین؟ تغییرات دهی میارین. باز هم در این قسمت ما میتونیم که چی کنیم؟ باش که میک چند تاش بیخی زیاد شده. خب از شیفت رایت، شیفت لیفت و شیفت داون، شیفت اپ چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. مثلا میشه که در این قسمت ما چند دانه او بی اس اضافه کنیم. این اگه ما بالای ایزی کلیک کنم او بی اس نوعی را که ما کریت کردیم زیر مجموعه کدام او بی اس می مانوفکترینگ ایرم به این شکل و این سی او بی اس زیر چی اضافه شد؟ مانوفکترینگ اضافه شد و این شکل در اینجا ما میتونیم اضافه کنیم. از آن خلاص و شروع میکنیم. صحیح است؟ خب سوال داشتی؟ هر دیشه نیاز داری. به هر پروژه ما باید اول ای پی اس انتخاب کنیم، بعد از چی انتخاب کنیم؟ او بی اس. مثلا مثال بسیار واضح دادم که پروژه های ساختمانی، پروژه های مثلا هلت کیر است. حالی ما وقتی که پروژه را کریت میکنیم ما دو ای پی اس داریم، یکی کس کانسترکشن است و دیگه کس هلت کیر است. ما باید پیش از اینکه پیش بریم باید اول ای پی اس خود انتخاب کنیم. پروژه ما مربوط چی میشه؟ کانسترکشن میشه. ای پی اس ما چی شد؟ کانسترکشن شد. بعد از او امی کانسترکشن مربوط کدام ریاست میشه؟ ریاستش ما باید چی کنیم؟ مشخص کنیم و انتخاب کنیم. ای پی اس هم میخوانیم، میتونه او بی اس هست. صحیح شد؟ در بخش ریسپانسیبیلیتی ام او ایچ ای را ما شما چی کردیم؟ ناو اضافه کردیم، نه؟ دقیق در قسمت ریسپانسیبیلیتی میبینین هیچ چیزی نیست. چرا؟ کانوز ما با ای او بی اس هیچ کاری نکردیم، یعنی او بی اس ما هیچ مسئولیت هیچ چیزی نداره، هیچ پروژه نداره. اگر مثلا از قبل که او بی اس یک بوده بالای اینا کلیک کنیم هر کیش چی داره؟ ریسپانسیبیلیتی داره. صحیح است؟ اینا را ما باز چی میکنیم؟ بعدا اضافه میکنیم. مثلا مانوفکتورینگ است، در این قسمت چی نوشته است؟
معلوم میشه برتان؟ در بخش پروژیک آیدی چی نوشته است؟ ببخشین بسیار زیاد. در بخش پروژیک آیدی اول که میبینین چی است؟ مانوفکچرینگ است. مانوفکچرینگ چی است؟ نه نام نیست، خودش چی است؟ EPS است. EPS است. در پایینش ما چی داریم؟ نوشته است MFG00659. ای چی است؟ ای پروژه است. پایین از پروژه چی است؟ WBS است. در این قسمت چی نوشته است؟ پروژیکت نیم است، WBS نیم است. سیستم انجینرینگ است، هاردویر است، چی است؟ ای ریسپانسیبیلیتی است. هدف گرفتین؟ یک از آن سایز گوش کردیم نه؟ در افغانستان کس در یک دخط دا جای از آن میشه. یک روز خیر است یک قسم برتان میکنم. یک روز پیش ازی خب مالزی ها رفتیم، زبان انگلیسی را بلد نبودیم، یک سال انگلیسی خواندیم. در جریان یک سال یک روز یک استاد بود از هندوستان بود، دیگه مسلمان نبود، در پانتون اسلامی درس میداد، صرف انگلیسی را درس میداد. همین قسم در مسجد اذان شد، دیگه در پشتر یک عرب ششته بود. عربا خوشحال مغرور هستن، دست خدا بالا کرد که استاد گفت که چی دسته درس بس که اذان است دیگه. خب پانتون اسلامی بود، استاد هم قرار داده شد درس نداد، یک چند نقطه یک اذان خلاص شد. خب امی عربی که استاد گفت که استاد یک چند نقطه صبر کو، که امرای اندیوالش قصه را شروع کرد. ما شما مسلمانانی دیگه اذان که خلاص شدی، استاد هم یک رقم یاره و بسویه ای را بیاب کرد. ای تو بیاب کردش اگه خب صحیح دیگه. ولی در افغانستان دقه به دقه اذان است، به کدامش آدم گوش میده؟ خب یکی را گوش دادیم صحیح. در کجا بودیم؟ در ریسپانسیبیلیتی. او بیس فهمیدین که او بیس چی است؟ این در این قسمت صرف امو کار را که باید شما کنین برتان تشریح کردم، به هر شکلی که شما میخواین ایره در این تغییرات آورده میتونین صحیح. مثلا میشه که دیجه ساختار و مدیریت شرکت یا اداره که امرای شما کار میکنین دو ایره چی کنین؟ تعریف کنین. مثلا اول کی است؟ اول شاید هیچ چیز نباشه، رئیس باشه، پایین از رئیس عامر است، مدیر است. این شما میتونین که دی تغییرات بیاریم صحیح؟ ای بود OBS. بازم کجا میریم؟ انترپرایز. از انترپرایز چی؟ EPS. EPS بالا EPS کلیک میکنیم. در اینجا ما چی داریم؟ در این قسمت دیسپلی میبینیم در بالا چی نوشته شده؟ EPS است. در پایین چی است؟ انترپرایز است. پایین از انترپرایز ما یک EPS دیگه داریم به نام چی؟ ENC. چی مانا؟ Engineering and Construction. هر پروژه ای را که ما مثلا کار میکنیم پیش از این که خب کار اسکیجولینگش را پیش میبریم، باید برش EPS انتخاب کنیم. ما آلیکه ای کده میتونیم که پروژه ما مربوط کانسترکشن میشه و دیجا ما منوفکچرینگ داریم ده؟ برای ما زیر مجموعه منوفکچرینگ بیاریم یا حساب کنیم. خب باید ما یک EPS داشته باشیم که چی شود؟ در تمام پروژه ساختمانی ما را در بر بگیره. خب این چیزایی است که از قبلا جور شده. ما و شما میتونیم که یک EPS دیگه هم کرییت کنیم. مثلا اینا یک EPS اینجا ایجاد شد، نامش است EPS ID است. چی باشه؟ مثلا دیجا ما شما داشتیم نی ENC کسی پروژیک آیدی است، دسکریپشنش کس باست یا EPS نیم کس، انجینرینگ این کانسترکشن است. نالو بگوین که دیجا چی اضافه کنیم؟ شما واتر سپلای WNS خواد گرفتیم صحیح؟ شبه واتر سپلای چی شد؟
خب WS میگیریم. WS در این قسمت چی نوشته میکنیم؟ Water supply. Water SU شما هم نوشته کنین. Water supply. صحیح؟ اینالی دیجا ما چی کردیم؟ مثلا انجینرینگ این کنسترکشن، انجینرینگ این کنسترکشن مربوط کدام ریاست می شود؟ در پایین ما شما یک ای پی ایس دیگه اضافه کردیم به نام چی؟ دبلیو ایس، واتر سپلای. خب واتر سپلای مربوط کدام ریاست می شود؟ دیجا او بیس هایی که تعریف شده مثلا به نظر شما کدام یک رازی انتخاب کنیم؟ خب ما این قسمی انتخاب کرده نمیتونیم. اول گفتم که باید چی کار کنیم؟ او بیس تعریف کنیم. بعد از او بیس چی هست؟ ای پیس هست. مثلا این ما در اینجا یک ای پیس کریت کردیم، از ما میخواهی که مربوط کدام او بیس میشوانی؟ او بیس ها باید چی کنیم از اینجا؟ انتخاب کنیم. صحیح؟ مثلا این انرژی را اساین میکنیم. صحیح شد؟ این واتر سپلای ما شد مربوط انرژی. صحیح؟ واتر سپلای چی هست؟ ای پی ایس هست و انرژی او بی ایس هست. و در اینجا ما میتونیم که را هم به شکل چارت ویو نشان بدهیم. این اینی حالت چارت ویوش هست. در اینجا ما میتونیم چی کنیم؟ تغییرات بیاریم. تغییراتی بیاریم که نظر به چی باشه؟ ای چی هست؟ انجینرینگ هست. یک دانه دیگه اضافه میکنیم. این در این قسمت یک دانه اضافه کردیم. نشان نمیده؟ این در این قسمت چی میکنین؟ ای پی ایس آی دی را انتر میکنین. ای پی ایس نیم از با رسپانسیبل منیجر. صحیح؟ و وقتی یک ای پی ایس را کریت کردین بازم میتونین که چی کنین؟ شفت رایت، شفت لیفت، اپ این داون. صحیح؟ به این شکل. صحیح شد. چرا اول تعریف کردیم؟ او بی ایس بعدن ای پی ایس. صحیح؟ enough for today. بس هست؟ بالای زمان کلیک میکنی نه مثلا در این قسمت هست نه اینه پایین میاریم میشه پس بالا میبریم در اینجا نه این باید زیر یک انترپرایز باشه از انترپرایز ما بیری شده نمیتونیم بله بله علیک سلام خوب هستی بخیر شکر است نوید آه شناختم خوب هستی نوید جان بخیر جان جور پروتینه والا ما در سن فاسم یک چند خبات زنگ میزنم صحیح
خدا.